درود، پگاهتان بخیر. مجله صبحگاهی است. من مریم خراسانی هستم. در یک ساعت برنامه با شما امیدوار هستم شما نیز در این برنامه با ما باشین. دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه با موضوع برنامه با ما و مهمان برنامه ما شریک بسازین. مهمان من روح‌الله احمدزاده، سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات هستند. امروز در برنامه مجله صبح در پیوند به تاثیر رشد نفوذ بر اقتصاد کشور با روح‌الله احمدزاده، سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات گفتگو میکنیم و این اداره چندی پیش گزارشی را در این باره نشر کرده و تاکید کرده بود که رشد نفوذ کشور بر همتراز با رشد اقتصاد کشور نیست. شما فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان در رابطه به همین موضوع و در کل در رابطه با کار کرد این اداره، اگر پرسش و دیدگاه دارین جناب احمدزی اینجا هستن و گونه زنده حرف شما را میشنون و شما پاسخ و راه های تماس برنامه در اختیارتان است. میتونین زنگ زده دیدگاه ها و پرسش هایتان به گونه زنده با جناب احمدزی در میان بگذارین. اگر تماستان برقرار نمیشه سری به نشانی فیسبوک ما بذارین، اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. دیدگاه های همه شما برای ما با ارزش است و در برنامه جا داده میشه. اما لطفا زمانی که به گونه زنده به تماس میشین صدای تلویزیون تان را پایین کنین و یا فاصله بگیرین تا ما بتونیم دیدگاه های شما را در برنامه داشته باشیم. از شما درخواست میکنم در ادامه برنامه با ما باشین و برنامه را دنبال کنین. جناب احمدزی خوش آمدین، ممنون که دعوت ما را پذیرفتین. خوب از آغاز برنامه در رابطه با این موضوع بگین که تاثیر رشد جمعیت بالای رشد اقتصاد چقدر تاثیر داره. شکر خانم خراسانی، سلام عرض ادب دارم خدمت شما، هم بیننده عزیز و همکار تکنیکی. امیدوارم صبح خوب را آغاز کرده باشیم. قسمی که شما گفتین دقیقا امو سنجش رشد نفوذ یکی از وظایف اساسی اداره ماست، در کنار مسائل دیگه که مرتبط به توزیع تذکره الکترونیکی، توزیع تذکره کاغذی، سیستم سازی و بعض بخش های دیگه که ما داریم، یک بخش ما ای است که روی از هم کار صورت میگیره. در سال 97 سنجش که از طرف تیم فنی و تکنیکی ما صورت گرفته بود، نفوس کشور 31.6 میلیون تن سنجش شده بود. در سال 98 این رقم به 32.2 میلیون تن میرسه. یعنی در اینجا ما میبینیم که تقسیم اگر شود به سطح کل کشور، 2.14 فیصد میزان رشد نشان میده در سراسر کشور. بازی رو ما بخش بندی کردیم به سطح ولایات، به سطح مرکز، شهرهای بزرگ و دهات. بلندترین درجه یا فیصدی میزان رشد مرکز داشته که شهر کابل است، 3.75 فیصد میزان رشد داشتن. بعد از او شهرهای بزرگ است، مزار شریف و جلال‌آباد، هرات، کندوز و کندهار است. در این شهرها هم این رشد میزان میرسه به 3.24 فیصد. در سایر شهرها این میزان رشد ما 2.43 است و در دهات باز 1.78 فیصد است. در کل ما چرا نیاز داریم تا سنجش نفوس صورت بگیره از کشور؟ ما اگه داری هستیم که نفوس کشور را به دگه ادارات اعلام میکنیم، ادارات دگه که پالیسی ساز هستن، برنامه ساز هستن، آنها روی موارد که در اینجا با اونا مثلا یا هم فعلا صحبت های زی جریان داره که باید نفوس یا هم گسترش نفوس کنترل شود، باید برازی یک برنامه خاص زیر دست گرفته شود، وزارت ها یا هم نهادهایی که زیر ربط هستن روی ازی دقیق کار کنن، پالیسی های مشخص داشته باشن و یا هم برنامه خاص داشته باشن که خانوار باید باشن. ما بر هر خانه، بر هر فامیل باید برنامه خود داشته باشیم تا امون میزان رشد نفوس کنترل شود.
در قبال از این، اگر ما ببینیم زمانی که نفوس ما رشد کرده، اما چقدر اقتصاد ما رشد کرده؟ این هم یک حرف بسیار مهم است که در دیگه دنیا زمانی که نفوسشان رشد میکنه، در قبال از او اقتصاد خودم رشد میدن. یا امو موازنه یا هم توازن این دو جنایی که بسیار مهم است و مرتبط هستن با هم، لازم و ملزوم هستن، او رو دقیق تر میبینن و میخواین که توازن باید رعایت شده باشن. اگر یک طرف از او بالخصوص بخش اقتصادی ما که رشد اقتصادی است، اگر ای با رکود مواجه میشه و نفوس رشد بالا میره، طبیعی است که بعض از مشکلات دیگه رو در جامعه خلق میکنه. در بعض کشورها رشد نفوس به عنوان یک فرصت از استفاده میکنن. در بعض از کشورها باز امین رشد نفوس به چالش مبدل میشه متاسفانه. اگر ما مثال ببینیم، بعض از کشورهای خیلی بزرگ هستن، مثلا چین، به سطح دنیا بلندترین درجه یا هم رقم نفوس را در کشور خود دارن، اما اونا از نفوس خود به عنوان یک فرصت استفاده کردن، درست؟ بله. اینال ببینین، صادرات در همه دنیا چینایی است. کیفیت فرق میکنه؟ در افغانستان کیفیت فرق میکنه؟ ما مثلا در امریکا هم دیدیم، در کانادا ما بودم، در اونجا دیدم بازار کلش چین گرفته. در امریکا هر چیزی را که می دیدم، اگر جمپر بود، پوشاک یا مثلا موارد دیگی، جز ای که خود حکومت امریکا نمی خواه، مثلا دارو یا بعض موارد دیگی که است، اونا را وارداتش اجازه نمی تن، بس چیزای دیگی که پوشاک است مثلا، بر خود نظامی های امریکایی پوشاکشان یا البسهشان از طرف چین آماده میشه، اما بر ما شما بود از طرف چین میاد. چرا؟ کیفیتش اینجا پایین است، اونجا بالا. منظورم این است که بر همه دنیا فعلا اقتصاد همه دنیا را امید چین به دست گرفته. توسط چی به دست گرفته؟ طبیعی است، توسط نفوس به دست گرفتن. این حال شما ببینید، کمترین نفوس را از لحاظ چی اگر ببینیم، بسیار کم است نفوس اسرائیل، ولی پول بسیار زیاد داره. چرا نمیتونه که اقتصاد کل دنیا رو بگیره؟ به دیگه مردم نیاز داره. یا هم عربا مثلا پول زیاد دارن، ولی بر دیگه اشخاص افراد یا هم قوای کار نیاز دارن که اونا باید امرایشان کار کنن. چین یکانه کشور است که امیر رشد نفوس خود به فرصت مبدل ساخته. در افغانستان هم در 5 سال آینده 2.4 میلیون نفر به بازار کار پیش میشن. اگر بر از این احتمال میره که بیشتر از 700,000 از این بیکار بانن. اگر بر از یک برنامه خاص وجود نداشته باشه و بر از اونا فرصت های شغلی ایجاد نشه، طبیعی است که این بر یک چالش مبدل میشه. ممنون شما جناب احمد زای، بجازی شما اولین تماس پاسخ میگیم. بیننده ما عمران روی خط هستن، سلام به شما. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. بیننده از امروز شما فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان با روح الله احمدزی، سخنگوی اداره ملی احصائیه و معلومات، در رابطه با کارکرد این اداره شریک بسازین. بیننده دیگر ما روی خط هستن، سلام بشون. تماستان وصل شده بیننده عزیز، ما منتظر حرف شما هستیم. صدای تلویزیون تان لطفا پایین کنین. سلام به شما. سلام علیکم. سلامت باشید. عمرانی ما دلنگرار نه تاسو را په تماس کې ملومړی تاسو ته او بیا تاسو ملمتا سلامونه وایم. تشکر عمران عزیز، بفرما. عمران عزیز صدای تلویزیون تا پایین کو لطفا. عزیز د ملمت څخه دغه پوښتنه لرم چې افغانستان کې دغه د احصائیه کوم اداره چې ده دو څخه ستراتیجي مطلب د راتلونکو کلونو دپاره لري، تر څو افغانستان کې ډېر خلک مطلب بیکاره بېروزګاره دي، او که نورو مملکتونو ته مونږ چېرته ځیر شو، هغې مملکتونو کې خلک یعنې که میلمه مخکې یادونه وکړه، په چین کې زیاتره خلک چې پیدا شوي دي د احصائیه د نگاه نه
هغوی هماغسی مطلب د اشخاصو نه فایده اخیستی ده. نو په راتلونکي کلونو کې به تاسو د افغانستان نفوس ته څومره د کاروبار زمینه برابره کړئ؟ دغه تفوس زما ممنون که در برنامه اشتراک کردین. جناب احمد زید در این مورد حرفای خودشان هم داشته باشن. روز شما خوش. بفرمایید احمد زید. دیر مننه عمران ورورم. قسمه که پیشترم من روی ازی موضوع بحث داشتم، فکر کنم عمران جان برادر ما امی موضوع رو به شکل درست گرفته نتانستن. خوب است که من به زبان پشتو برسانم. عمران جان ورورم، ما مخی پدی بندی بحث وکر چه ترنگ زمنګ وظیفه او مسؤلیتونه څه دي او د نور اداراتو دوی څه مسؤلیتونه یا څه دندې لري؟ د احصایي او معلومات ملي اداره وظیفه داده چې موږ د نفوسو په اړه شمیر خلکو ته څرګند کړو چې نفوس زموږ څومره دی، څومره یې رشد کړی دی، په راتلونکو کلونو کې به څومره رشد کوي. د دې په اړوند باندې د کار زمینې برابرول دا ورور زموږ وظیفه نه ده. اړوند مراجع دي چې دوی ته موږ هغه فیصدي ورته ورکوو چې دومره کسان ټیټ د 50 کلونو نه دي، دومره فیصدي د 18 کلونو نه جګ دي، دومره فیصدي ستا چې وروسته به زه راسم په دې باندې به بحث وکړم، دلته موارد شته ما سره، دومره فیصدي ستا قواد کار ده، ته کولی شې د دې نه استفاده وکړې. موږ دا ټوله فیصدي ورته ورکوو. پالیسیانې او برنامې مقررې قوانین هغوی په خپلو برخو کې په دې اړوند باندې جوړوي چې په دې اله باندې ستاسو خپل د ځواب اخیستی، وزارت محترم د کار و امور اجتماعی دی، وزارت محترم د اقتصاد دی، د صحی برخه کې مثلا د صحت عامه وزارت دی. موږ فقط دوی ته دغه څرګندوو یا هم دوی ته هغه خپلې اندېښنې یا نگرانیانې ورته وایو، بیا دوی د حل لارو باندې بحث کړي چې دا وظیفه اصلي د هغوی ده. ممنون شما احمدزای صاحب. بیننده ما داود از غزنی روی خط هستن. داود عزیز سلام، به خودت بفرم. سلام علیکم مریم جان، شما خوب هستین؟ صحت شما خوب است؟ آرام هستین؟ شما سلامت باشین داود عزیز، بفرمایید. احترامات برای جناب رولا جان احمدزای هم تقدیم میکنم. خواهر ناظرین، اینجا برای ما مریم جان یک سوال پیدا شد که احمدزای سه گفته که 31 میلیون یا 31 میلیون نفوس در افغانستان شد، بعد از اون میره تقسیم ولایت ها میکنیم، اینا چه قسم نفوس شماری کرد که بعد میره تقسیم ولایت ها میکنن؟ برای ما یک سوال پیدا شد، اگر جواب ما را از جناب احمدزای برادر ما بود زیاد از پیشان خوش بشیم. تشکر مریم جان از شما، از جناب سخنگوی سید، تشکر از تلویزیون زیبا یک، تشکر از شما که برنامه را دنبال میکنین. داود عزیز پاسخ شما جناب احمدزای. بسیار تشکر داود عزیز، سلام مرام بپذیر. من پیشتر برتان تشریح کردم که ما رشد نفوس را در کل کشور برتان گفتم، به سطح شهر کابل، شهرهای بزرگ، سایر شهرها و دهاتم برتان گفتم. اینال ما از کدام فرمول کار گرفتیم تا کمی فیصدی رشد میزان را در شهرها، شهر کابل، شهرهای بزرگ یا سایر شهرها و دهاتی را پیدا کردیم؟ در سال 1358 سرشماری که صورت گرفته بود در زمان سردار محمد داود خان بر ما همه چیز روشن کرد و در اونجا کل چیز واضح بود. بعد از او سالهای متمادی ما نتانستیم که امی سرشماری صورت بگیرم. در سال 1383 اداره احصایه کار را کرد که به شکل خانوار اونا نفوس را در سراسر کشور مشخص ساختن. تقریبا از سال 58 الا 83 زمانی که ایره تقسیم کردن، دیدن که رشد نفوس از 58 به سالوار تا 53 فیصدیشان کشیدن 2.14%. بعد از سال 83 الا 98 یا این حال و بعد از این تا زمانی که ما سرشماری را به شکل کامل نداشته باشیم، به اساس امو فیصدی پیش میریم داود عزیز. در سال 83 به شکل خانوار امو سرشماری شده بود، اما سرشماری به شکل کامل و دقیق او قسم است که تنها به خانه ها نمیرین، شما تک تک نمی کنین که چند نفر در خانه داریم.
از هر شخص، از هر عضو فامیل به شکل جداگانه سوال و پرسشنامه برشان داده میشن. تقریبا در حدود 50 سوال است که باید در مورد هویت اونا، در مورد شخصیتشان، در مورد کاروبارشان، تنها اینجا هدف ما اعلام نفوس نیست، در مورد کار و وضعیتشان در کل، در خود مورد امی شخص باید ما معلومات داشته باشیم. بنابراین ما نیاز داریم که از اونا بعض از سوالات را داشته باشیم و پرسشنامه را ما بر از اونا میتیم که اونا پس بر ما جواب میتیم. چندین مشکل اساسی است که ما فعلا نمیتونیم که سرشماری داشته باشیم. اولین مشکل متاسفانه مشکل امنیتی ده. و بعض از مشکلات دیگه که خانواده محترم دارن متاسفانه که روی از او باز انشالله در برنامه بعدی بحث میکنیم، یعنی این مشکلات است. بعد از 83 ما به اساس امون میزان رشد فیصدی که تعیین شده بود از سال 58 الا 83 با زور تقسیم کردن کشیدن 2.14. پس جناب بعد از زیادم دقیق بوده نمیتونه. ببینین کاملا سرشماری صورت نگرفته، اما اینی فیصدی را که ما براتون میگم بسیار کم، بسیار اندک اگر سرشماری هم صورت بگیره، چون در اونجا یک دو رقم بسیار، یک فرمول بسیار اساسی را که ما داریم، زمانی که ارقام را با بعض از نهادهای خارجی مثلا ما شریک میسازیم، در مورد یکی از قریه ها نفوس چانه پرسان میکنن از تیم فنی و تکنیکی مون. اونا امو رقم را که میتن یا امو سنجش را کردن، زمانی که امو نهادها میرن به امو قریه و اونا امو نفوس امو قریه را که میبینن بسیار کم، از 100% 2% 3% تفاوت را نشان میدن. چرا نامش سنجش گذاشتن؟ به خاطر از امی از اگر دقیق یعنی بسیار کم تفاوت میداشته باشن، بسیار کم، ولی تیم تکنیکی ما به 99% اونا مطمئن هستن که دقیق است. فرض کنین 2% یا 3% تفاوت وجود داشته باشه. ممنون شما جناب احمدزاده که در این رابطه به بیننده ما داوود معلومات دادین. بیننده عزیز در ادامه برنامه با ما باشین، میان برنامه میگیریم، ادامه برنامه مجله صبح. سپاسگزارتان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. امروز برنامه ما در پیوند به تاثیر رشد نفوذ بر اقتصاد کشور است که مهمان من روح الله احمدزاده است. در این رابطه شما مگر پرسش و دیدگاه دارین، فرصت دارین دیدگاه ها و پرسش هایتان با سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات جناب احمدزاده در میان بگذارین و در کل کار کرده این اداره. بیننده مریخت هستن، سلام به شما. تماستان وصل است، بیننده عزیز بفرمایید. بله میشنوید؟ بله صدای شما را میشنویم، بفرمایید. بله میمان شما پرسان میکنم این تاثیر برقی یا همیشه میگم که 15 روز ما ایره تفضیه میکنیم. ما فعلا ما خودم دو ما میشه تاثیر ازار بایی اولی اس نتیجه مالی نشونده زنگ زده و اک شماره شما در کجا در کدام مرکز میشه اگه اندازه معلومات بدید؟ بله در کدام مرکز مراجعه کردین؟ از کجا به تماس شدین؟ وزیر اکبرخان در عمل در اقار تسلیم کردیم فیلان یعنی چار اجازه هستم. درست است، ما سوال شما را گرفتیم جناب احمدزاده در این مورد به شما پاسخ میدن. روز شما خوش. جناب احمدزاده بیشتر بینده ما در این ارتباط سوال داشتن، میشه شما به شان معلومات بدین چرا روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی اینقدر زمان گیر شد؟ مریم جان یک چیزی که بسیار زیاد مهم است، ما به عنوان یک اداری که این مسئولیت را داریم، مسئولیت توزیع تذکر الکترونیکی و تذکر ورقی و دیگه موارد رو که بیشتر روی ازو بحث کردیم، فرض کنین یک کس بر شما مراجعه میکنه و او به عنوان متقاضی تذکر هستن. از اونا که شما زودتر میخواین کمی پروسه ختم شوه و کار اینا ختم شوه با ما و زود تذکری خود بگیرن برن با مراد دیگه زندگی خود برسن. اما هدف ما چی است؟ چرا ما نسبتاً با جزئیات و دقیق تر می خواهیم که
در مورد هویت ام متقاضی تذکره. فردا روز اگر موارد سر زده میشه که یک اجنبی صاحب تذکره الکترونیکی ما میشه، باز امی هموطن ما یا هم هموطنان دیگه ما ایره نمیگن که چرا شما وقت زیاد نگذاشتین، باز میگن چرا اجنبی از پشتان تذکره گرفت. درست؟ هدف ما ای است که یک اجنبی باز قسمه که صاحب، یعنی تانستن که تذکره جعلی و ورقی رو بر خود جور کنن، ما شاهدش بودیم. یک پاکستانی آمدن، یک ایرانی آمدن و تذکره جعلی رو در اینجا ترتیب کردن. او یک ورق A4 است. در ورق A4 میتونه شده که او جعلی ترتیب شده، تاپه هم جعلی ترتیب شده میتونه، امضا هم جعلی شده میتونه. درست؟ در بیرون از کشور مرتکب جرم شدن و او به افغان در کل به کشور ما و شما به تمام شد. در نهایتش اما حیثیت آبروی بیرونی را که ما داشتیم او را متاسفانه باختیم. فعلا ما نسبتاً با جزئیات از این هموطنان ما میخواهیم که اونمو فرمای فامیلی و انفرادی را که به خاطر عقد تذکره الکترونیکی ما بر از اونا توضیح میکنیم، اونمو را نسبتاً زود خانه‌پوری کنن بر ما برسانن. بعض از هموطنان ما مشکل را میپذیریم، در شاید مشکلات در وجود ما باشه، ما به عنوان یکی از ادارات انتقاد پذیر پیشنهادات سالم را میپذیریم و این انتقاد که صورت گرفته ما فعلا روی ازی هم کار داریم که چطور میتونیم به شکل آسانتر، سهلتر و زودتر اینا صاحب تذکره الکترونیکی شن. ولی او دقت را ما هیچگاهی فراموش کرده نمیتونیم که هویت شخص باید در قدم نخست بر ما مشخص شوه، بعد از او اینا صاحب تذکره الکترونیکی شوند. فرما را میگیرن در خانه میمانند. امو زمانه که باید اینا فرما را خانه پوری کنن و امو وقت را روی ازی وقف کنن، فرما در خانه مانده میشه، یک مدت روی ازو سپری میشه، بعد از او خانه پوری میشه، تای مراحل میشه، دوباره بر ما آورده میشه. اینمی وقت رو روی اداره ما حساب میکنم. ممنون شما جناب احمدزی. اگر یک شهروند کار خود دقیق انجام بده و شما با دقتی که خودتان گفتین کارتون انجام بدین، چی زمانی رو در بر میگیره؟ فعلا امو دوسیایی که از قبل مانده شده بود روی از ما کار داریم، انشالله کار ازی برادرم خاط شد و انشالله آجلتر ما روی ازی کار داریم که چطور بتانیم زودتر امی کارا را، امی پروسه ها را سهلتر بسازیم که اینا زودتر کارشان با ما خلاص شوند، که انشالله در آینده خیلی نزدیک ما روی امی سیستم کار داریم. سیستم نتیجه بسیار خوب میده انشالله، چون ما کتاب های اساس را زمانی که یک کس فرما را خانه پوری میکنن و این فرمایشان باید که جزئیات تذکره و ورقیشان است، باید با کتاب اساس سر داده شود. کتاب اساس ما قبلا کتاب بود، فعلا او رو کلش ما دیجیتالی ساختیم و هر تذکری که شما فعلا میبرین در سیستم دیده میشه، بسیار زود بر شما در ظرف 30 ثانیه الا 40 ثانیه اما جزئیات تذکریتون میگه. پس این چی شد؟ در وقت کاهش آمد. این حال ما میتونیم که این پروسه را یک کم سرعت ببخشیم، کم وقت هموطنان ما ضایع نشه و هم وقت ما ضایع نشه. ممنون شما جناب احمد زای. بیننده ما ویسودین از قندوز تماس گرفتن. ویسودین سلام به خودت. بله سلام علیکم خواهر عزیزک، دوست بخیری برای شما داریم، دوست بخیری هم برای مهمانی عزیزتان داریم. خدا کنه هفته و خوش و خوبی را آغاز کرده باشیم با جمله همکارای عزیز و یک سلام خاص برای کارمندای تلویزیون یک داریم که واقعا زحمت میکشین، شما قابل قدر هستین. تشکر از خودت ویسودین عزیز، موجودی بسیار خوبه برای مردم پیشکش میکنم، تشکر میکنم و تشکر خاص من سخنگوی صد میکنم که برای ما میشینم برای ملت پاسخ میگن، تشکری از اینا هم میکنم. سلامت باشید. شما ببینین اینا صاحب من گفتن که ما سایه کارهای خوبی کردیم، کارهایشان ما قابل قبول میدانیم، اما کارهایشان وقت شده کار کردن اینا. و شما ببینین که چند وقت پیشتر در انتخابات اینا چیز انتخابات رو بگردن گرفتن که ما شفافیت میکنیم، ما رئیس شدیم، محترمشان به حدی برای مردم گفت که ما شفافیت میکنیم در این مخصوص در این کارها که ما فکر کردیم که بریم ما از اروپا قدر بالاتر شدیم و این که رئیس محترم برای ما این را فرکم میکنه که با این کارمندای محترم انتخابات ترینین میتن و این میتری که اینا را شما ببینید که بسی بدبختی و بسی کارهای رسیدیم. یک موضوع دیگه ما این است که
هاشم مرکزی شما ببینین ازارها و رق اینا تو تابینه میشه، همه طرف گم میشه، اینا در جریان نیستن که چی میشه. آیا که مثلا فیلتر تن ورق تنه دار ورق تشکیری کاغذی که در نرد اینا به مربوط اینا میشه که و پزیستی دیگران میفته، آیا اینا برای ملت چی پاسق دارن؟ پاسقشان چی است؟ این دو موضوع موجود دیدی مایی هستی تشکیری الکتریکی ریال ما نمیفهم که در افغانستان یک فکر نکنه که باید دوباره شفافیت زدیم جده. اینکه ما در افغانستان خیلی مشکلات ها داریم، وضعیت ها خراب است. ما بینیم در هر کس میتونه یک تصفیره بگیره، امورم شاهد ما فکر بکنیم که تفاصیت نباشه. شما ببینید که در شاهد هم در کشورهای دیگه هم بیا حضی استفاده بکنه و به نام پاکستانی و از پاکستان بیا به نام افغانستان مثلا در کابل منگرهار اینجا تصفیره بگیره. آیا ما ببینید که اینا فاسقشان برای مردم ما و برای مردم افغانستان چی است؟ ما فکر نکنیم که شفافیت باشه در افغانستان و هیچ اداره ما نتونه که در افغانستان شفافیت را بکنه و این اعتبار مردم افغانستان و کلانای مجلس داده و این مرال هم این ملت افغانستان فکر میکنه که به گردن نخواهد گرفت و شفافیت در هیچ گونه نیست و نیست. و نفوس افغانستان هم گفتم به نفوس چین، وقتی که ما و شما نفوس چین اونجا امان اونا اقتصادشان قوی کردن، از این مردم استفاده درست کردن. مردمی که مردم جاپان، شما ببینید که مردم جاپان با حالت اقتصاد ما شما و یک استقلال ما یکی گرفته شده، اونا با حال به چی وقت دست بود که دولتش کار کرد، دولتش روی اونا کار کردن، موضوع را اونا ترک کردن. حال مردم افغانستان بانه یست جنگ است و مشکلات است و دیگه است و دیگه واری از فقط من فکر نکنم مردم افغانستان همی درک کردن که در هیچ اداره شفافیت نبوده و شفافیت نیست. وقتی که قانون شکنی از رئیس جمهور ما شروع میشه و دیگران میرسه هیچ وقت فکر کنم این شفافیت نداره. تشکر، موفق باشین. زنده و تلویزیونی هست. ممنون خودت که در برنامه با تماس شدی و ایسودین عزیز. بیننده عزیز، در ادامه برنامه با ما باشین. وقفه میگیریم، برمیگردیم. ادامه برنامه مجله صبح، سپاسگزارتان هستم که با ما هستین و برنامه را دنبال میکنین. مهمان من روح الله احمدزی، سخنگوی اداره ملی احصایه و معلومات هستن و در رابطه با کارکرد امین اداره شما پرسش و دیدگاهی که دارین امروز فرصت داریم با جناب احمدزی در میان بگذارین. بینده ما روی خط هستن، سلام به شما. متاسفانه تماس بیننده ما قطع شد. بیننده عزیز، راه دیگر هم وجود داره. اگر تماس شما قطع میشه یا برقرار نمیشه، میتونین سری به نشانی فیسبوک ما بزنین، اونجا پای پست مرتبط به همین موضوع دیدگاه هایتان با ما شریک بسازین. جناب احمدزی، بیننده ما ویسودین از قندوز نگرانی های خودشان با شما در میان گذاشته. سلام دارم خدمت ویسودین جان برادر. این ویسودین برادر، ببینین ارزش رسانه ها، صدایتان بسیار به شکل رسا میتونین برسانین به رئیس جمهور که فرد اول کشور است و پایانتر از او نهادهای داخلی و خارجی، همگی صدایتان را میشنوه و این آزادی بیان است. ما هم به عنوان یک کسی که 13 سال در رسانه بودیم، ارزش رسانه را میفهمیم و صدایتان را ما شنیدیم. برادر عزیز، مشکلات را که شما مطرح کردین ما میفهمیم، مشکلات را میپذیریم، شما هم پیشرفتا را بپذیریم. خوب است که اینمی دیل در بین باشه. موضوع انتخابات را گفتین، دقیقا انتخابات گذشته مشکلات خود را داشت. اینا گفتن از گم شدن اوراق و تذکره ها بعض از گزارش های پخش شده بود. یک مورد داشتیم که در ولایت تخار بود، ما بعض اوقات چون توزیع تذکره کمپین اونجا صورت می گرفت و تقریبا در حدود 5 میلیون تذکره را ما یک همکاری بسیار کلان را با نهاد مهمه که مسئولیت برگزاری انتخابات را داریم کردیم. کسایی که چون انتخابات باید به اساس تذکره صورت می گرفت، کسایی که 18 یا هم از 18 سال به بالا هستن و اونا نیاز داشتن که اکثریت مردم در دهات متاسفانه تذکره نداشتن،
که بر از اونا ما تذکره توزیع کردیم و بساس از متذکره اینا تانستن که در انتخابات اشتراک کنن و حق سیاسی خود استفاده کنن. ما یک مورد که در ولایت تخار بود، چون تذکره زیاد توزیع میشد باید موضوع فرمه ها و تذکره ها میفرستادیم به ولایات. اشخاص افراد که با اعتماد بودن و در نظام بودن، بعض اوقات چون ما امکانات را نداشتیم از طریق اونا ما میفرستادیم. یکی از وکلای محترم که نماینده مردم بود و از امو ولایت تخار بود، بعد از اونا ما فرستادیم. دقیق علم و ارقامش در یادم نیست، این فرما را بعد از اونا ما فرستادیم. اما اونا باید امروز که می رسیدن امروز به دفتر ما مراجعه نکردن، یک روز تاخیر به میان آمد. در یک روز گزارش ها نشر شد که این فرما همش گم شدن و این در رسانه ها تا زمان که این وکیل صاحب محترم صدای خود بلند میکرد در همه رسانه هایی نشر شد. بعد از او در روز دوم یا سوم بود وکیل صاحب محترم امی همه فرما را تسلیم دفتر ما کرد و معتمد ما بر ما اطمینان دادن که همه فرما هم و ذریعه مکتوب که بر ما فرستاده شده بود گفت ما تسلیم شدم. یعنی یک سوی تفاهم شده بود. در مورد تذکری ورقی جعل و ای چیزا را دوست عزیز ما روی از او صحبت کردیم پیشتر که جعل صورت گرفته بود و پیش ما از آدرس ما چیز توضیح نشده و ما تذکری جعلی را توضیح نمی کنیم. کسایی که بر ما مراجعه میکنن اونا تذکره ندارن که ما بر از اونا تذکره توضیح میکنیم. در انتخابات پارلمانی اما یک مقدار از تذکرهایی که صدا بلند شده بود که جعلی است، ما زمانی که در سیستم خود چک کرده ایم واقعا جعلی بود و او مسئولیت ما نیست که ما باید جلو از او رو بگیریم. ارگانهای کشفی و ارگانهای امنیتی در این باره استخباراتی وظایفشان است که اونا هم بدست آوردن، اونا هم مسئولیت خود به شکل درست ادا کردن. متاسفانه بعض از اشخاص افراد بودن در انتخابات به نفع خود از او کار می گرفتن که زمانی که ما در کتاب اساس خود چک کردیم و در دیتا دیدیم که هیچ ثبت و راجستر با ما نداشت. در مورد شفافیت برادر عزیز ایر برتان اطمینان می دم که در تذکره الکترونیکی شفافیت کامل وجود داره. قسمی که بیشتر ما روی از او صحبت کردیم که چرا وقت در بر میگیره، زمانی که بایومتریک میشن نشان انگشتان گرفته میشه، سکن چشمتان گرفته میشه، امضای دیجیتالیتان گرفته میشه، این همش امو اساسات است که شفافیت را برتان نشان میده و شما میتونین بر آینده تان مطمئن باشین و یک قدم بزرگ را بردارین. این یک دستاورد بسیار بزرگ است بر همه هموطنان ما زمانی که ما شما صاحب تذکره الکترونیکی شویم چقدر مفیدیت داره بر ما و شما. اجنبی صاحب تذکره یا امو سند هویت ما نمیشه. دوم، ما و شما صاحب یک سند معتبر و با اعتبار جهانی که در دنیا اعتبار داره ما یک صاحب سند هویتی میشیم. سوم، اگر ما بتونیم انتخابات را برگزار کنیم، این مشکلات را که شما مطرح کردین در انتخابات قبلی وجود داشت، در انتخابات که به اساس تذکره الکترونیکی برگزار میشه خیلی راحت باز ما میتونیم که نتیجه را اعلان کنیم و شفافیت کامل در اونجا تامین میشه. هند نفوسشان چقدر زیاد است، اما زمانی که انتخاباتشان به پایان میرسه در ظرف چند ساعت اونا میتونن که نتیجه انتخابات را اعلان کنن. دلیل چی است؟ که سیستم همه الکترونیک است. تا که ما شما از این سیستم میریم به سیستم الکترونیک، ایره بپذیریم برادر عزیز که زمان را در بر میگیرن. به خاطر از او باید ما یک مقدار وقت را باید قربانی بتیم تا که ما برسیم با اون مرحله. ممنون شما جناب احمدزی. اگر فکر میان هموطنان ما وجود داره میخوایم روشن شوه که این حرف بینشان است که گویا کسی که تذکره الکترونیکی نداشته باشه سفارت ها و ویزه نمیدن برش، میشه شما معلومات بدین که از چه یکی از مریم جان یکی از علتهای که یک کم ازدحام بالای مراکز ما زیاد شده امی دلیل است. بعض از سفارت های محترم بدون داشتن تذکره الکترونیکی بر کسی ویزه نمیدن. بعض از سفارت ها ما فعلا به خاطر درک امی موضوع خواستیم که روی امی پروسا کار کنیم تا این پروسا سهل شود که هموطنان ما به شکل خوب و به شکل که
زودتر بتانن اونا تذکری خود را عکس کنن، پروسهشان تایی شد و برند به سفارت یا ویزهی که نیاز دارن یا سفارت مربوطهی که از اینا تذکری الکترونیکی شان خواستن او را به دست خود داشته باشن و مراجعه کنن. ممنون. شما یکی از بیننده ما پیام گذاشتن که 4 ماه میشه منتظر شناسنامه شان هستن و سفر خارجی دارن. چرا 4 ماه طول میکشه گرفتن یک شناسنامه؟ خب ای کاش که اینا از پیشان پرسان میکنن در کدام مرکز است. بازم من میگم که روی امی ما کار داریم که بعض از دوستی ها از سال قبل مانده بود. ببینید شما، ما تنها فعلا در شهر کابل فعالیت داریم و 4 مرکز ماست. در این 4 مرکز زمان که شما کار را تازه شروع میکنین، طبیعی است که همگی خواستار از این هستن که تذکری الکترونیکی بگیرن و می حجم کار روز به روز زیاد شده میره. رسیدگی به این همه یک ظرفیت بسیار کلان را میخواهد و شما اگر در میالت فعلی هر قد ظرفیت را داشته باشین، متاسفانه رسیدگی گرده نمیتن. ولی باز هم ما کوشش کردیم که به شکل که نسبتاً اگر ما تا 1.5 ماه یک ما را تایید میکنم، ولی روی ازی ما کار داریم که چطور بتانه یک هموطن ما مراجعه میکنه در ظرف 2 هفته صاحب تذکر الکترونیکی شد که انشاءالله این کار صورت میگه. ممنون شما، روز شما خوش. سلامت باشید. بینده از شما هم سپاسگزار هستم. روزتان خوش.